مسیحی بیت انیا تقدیم می کند. خوشحالم در خدمتتون هستم، شما که در زوم هستید و عزیزانی که در کلاب هاوس به ما ملحق شدن. این پدیده کلاب هاوس واقعا این روزا فراگیر شده، خیلی هم خوبه. ما هم دیگه گفتیم از امروز استفاده بکنیم و عزیزان از سر دنیا میتونن به ما وصل بشن. خوشحالم، خوش آمدگویی میکنم به تک تک عزیزان، مخصوصا اگر عزیزانی هستن بار اول میان، من خوش آمد میگم بهشون. به نام مسیح. بریم رو پیغام امروز، چیزی که به قلبمه در امتداد دو هفته قبله، چون خیلی استقبال شد راجب دو هفته قبل راجب نهمیا صحبت کردیم و مضمون پیغام ما کلن این بود توی دو هفته قبل که آقا ما باید بتونیم بنا بکنیم دیگه. یعنی اگر ما الان به عنوان یک ایمانداران اومدیم، وارد یه ملکوتی شدیم، وارد یه سرزمینی شدیم، باید بتونیم بنا کنیم. اما بنا کردن الکی نیست، به قول ما ایرانی ها کشکی نیست که ما یهو جوگیر بشیم آقا ما میخواییم بریم بنا بکنیم. خیلی این سالها من همیشه به یاد دارم، خیلی ها بلند میشدم میگفتم ما میخواییم بریم تو استادیوم آزادی، اونجا 100,000 نفر پرشن مثلا. او انقدر از این حرفا گفتن، حتی نبوت ها شد که سال 2012 قرار بود همه برن تو استادیوم آزادی بپرستن و خدا رو شکر اینا بد نیست. ولی میخوام بگم یه همچین حرکاتی، یه همچین بنا کردن هایی اول نیاز به یک سری زیرساخت داره. ما نمیتونیم همچین، کار خداست. میدونید کانستراکچر ساختمون سازی نیست که مثلا شما برید اینجا وسیله بخری بیاد حیاتتو درست بکنی، اینجوری نیست. یه اصولی داره کار روحانی، یه ساختاری داره و ما یه نمونه هایی رو دو هفته صحبت کردیم. بودیم آقا اورشلیم دیوارها ریخته، شهر رسواست و یک مردی، حالا این میتونه یک زن باشه، میتونه یک نوجوان باشه، ولی یه دیدی داره، یه حکمتی داره، میاد اول یه سری چیزها رو درست میکنه درون خودش، بعد میتونه باعث اون ساختار بشه، اون دیوارها بشه. متاسفانه صحبت من این چند هفته این بود که ما بدون در نظر گرفتن اون ساختارها، بدون اینکه بخوایم یه سری چیزای فاندیشنی رو درست بکنیم، حالا اثر غیرت، حالا اثر جوگیریه، حالا اثر موقعیت، نمیدونم اسمش چی بذارم، میگم آقا ما میریم و درست میکنیم. چقدر من خود من سالو گفتم من میرم فلان کلیسا اونجا تغییرات، نه آقا خراب میشه اونجا، اونجا بنا نمیشه. چرا؟ چون زیرساختا مشکل داره. ما الان کلیسای امروز مشکل زیرساختی داره. میدونید چی میگم؟ من چند شب پیش داشتم با برادر سارو صحبت میکردم، یه مقدمه رو بگم خیلی جالب بود. یه چند وقت داریم راجع به این آیه معروف صحبت میکنیم، هر که بخواهد مرا متابعت کند باید چیکار کنه؟ مسیح میگه صلیب خود را برداشته، نفس خود را انکار کرده، از عقب من بیاد. آه 20 سال تموم این صلیبه رو زجر و تحمل هم هستم، گفتم آره بین بچی بدبخت در باشی، یعنی باید تحمل بکنی، بعد نفسم انکار بکنی، یعنی آقا دیگه حالا کلاب نری و مشروب نخوری و حالا مثلا این کارا رو هم نکنیم و فلان و امان، این یعنی انکار نفس. خب حالا بعد این همه سال تازه بابا متوجه شدیم اون در اون مفهوم اصلی کتاب مقدس، اون چیزی که مسیح داره راجبش صحبت میکنه، اون انکاره که داره میگه، میدونی راجب چی داره صحبت میکنه؟ راجب ایگو داره صحبت میکنه. ایگوی انسان، اون منمی که درون هر کسی وجود داره، اون برتریه که درون هر کسی وجود داره، اون میگه آقا نفس رو انکار کن، ما ای به مردم گیر میدیم این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، شریعت سر مردم داره میزنیم، ولی یادمون میره اول اصلا میگیم بابا اول خودتی، میدونی چی میگم؟ اون ایگو درونت، اون منم اون باید انکار بشه. حالا ما چیکار کردیم؟ اومدیم تمام اون قوانین رو گذاشتیم، اوکی اینجا نرو، اونجا نرو، اوکی اینا هم درسته، این اشتباهه، ولی نیومدیم از اول بگیم که بابا لا مصب اول مشکل خودمم، بنده باید اون نفس، اون ایگوی درونی، اون منفعت طلبی، قدرت طلبی، از بالا نگاه کردن به مردم، اینو مسیح میگه هر روزه باید انکار کنی، دنبال من بیاید. ما یه سری اعمال مذهبی رو انجام نمیدیم چون اول گناه انجام نمیدیم، ولی بنده تا دلم بخواد از بالا ملت رو نگاه میکنم، قدرت طلبی دارم، دنبال مسائل زار یک فاینانشیالی هستم، بعد اسمم هم از خادم یا ایمان. حالا اینو مقدمه گفتم، میخوام بگم داریم ادامه میدیم برای اینکه آقا اگه بخوایم بنا بکنیم، میشه اول باید زیر ساختی.
هفته قبل گفتم، گفتم جناب نهمیا اول اومد چیکار کرد؟ خداوند من و این قوم گناه کردیم، یعنی خودش رو آورد هم لول قوم گذاشت، بالا نگاه نکرد، من جناب کشیش دکتر اسقف فلانی هم کتابم زد، آقا من با این هیچ فرقی ندارم، میدونید با هم دیگه میخوایم یه جایی رو تعمیر بکنیم. اول اومد وضعیت خودش رو دید، بعد دعا کرد، بعد روزی کرد، بعد با یه بینشی رفت اون سوراخا رو پیدا کرد، دید کجاها ایراد داره، با یه حکمتی اومدن آروم آروم دست در دست هم دادن بنا کرد. خب حالا امروز میخوایم راجع به یه نفر دیگه صحبت بکنیم و چقدر جالبه میبینیم انگار آقا کسانی که میخوان یک حرکتی رو انجام بدن برای قوم خدا واقعا انگار دارن یه اصول ثابتی رو رعایت میکنن. حالا امروز راجع به یه نفر دیگه میخوام صحبت بکنم که من و شما امروز خودمون رو میتونیم بذاریم جای اون آدم. ازتون خواهش میکنم این کارو بکنید امروز، خودتون رو بذارید به جای این شخصیت کتاب مقدس، ببینیم آقا این آدم چه کار کرد که بعد رفت و باعث بنا شد. خب اون شخصی که میخوام راجع بهش صحبت کنم جناب اشعیا، آدم خیلی بزرگیه، یکی از گنده ترین انبیاء عهد عتیق، نبوت های بی‌نظیر، پیغام های بی‌نظیر، اما ببینید از کجا شروع میکنه. بیایم بریم رو کتاب اشعیا، لطفا با من همراه شید، خواهش میکنم کتاب ما رو باز کنه، چون یه نکاتی هست خیلی ریزه میخوام روی یه سری آیاتی که شاید ده ها بار خوندید این آیات رو، ولی میخوام راجع به این صحبت بکنیم و یه جوری مقایسه بکنیم با همون داستان نهمیا و شخصیت نهمیا. نگاه کنید، بیاین باب پنج رو نگاه کنید، بعدم بخونید چون زیاده من نمیتونم راجع بهش الان بحث کنم. ببینید باب پنج رو شما نگاه کنید، اسمش سرود تاکستان، سرود تاکستان داره راجع به چی صحبت میکنه؟ میگه آقا خدا اومد بها داد، این زمین رو کاشت، آب داد، آفتاب داد و و و و، اما چی؟ اما چی؟ آقا این زمین میوه نیبرد. داره راجع به یه دلشکستگی صحبت میکنه، بعدم بخونید، واقعا بخونید که چه اتفاقی. خیلی قشنگ سرود تاکستان، سرود ناله های خداست که بابا من این همه برای شما وقت گذاشتم، این همه دارم به شما میرسم، ولی ثمر نمیدید، درسته؟ بعد نگاه کنید از آیه 8 به بعد شما نگاه کنید سرتی چیه؟ داوری. آقا چون میوه نمیدید، چون ثمر نمیدید، چون اوضاع خرابه، به هر حال یه مجازاتی هست، درسته؟ بعد میخونید دیگه، میگه وای بر آنانی که عصیان را به ریسمان‌های بتالت و و وای بر آنانی که فکر میکنن حکیمن ولی نیستن. کلی باب 5 تا اول باب 6 شما نگاه میکنید یه پیغام داوری داره، درسته؟ حالا باب 6 رو شما نگاه کنید، یه آقای بلند میشه به اسم مثلا اشکان، مثلا میترا، حالا اینجا دیگه اسم خودتون رو بسنید. این دقیقا زندگی ماست. خب یه وضعیت خرابیه، حالا یه نفر بلند میشه، جوگیرم نیست، یه نفر بلند میشه میخواد حرکت بکنه. شما نگاه کنید مأموریت اشعیا باب 6، اسمشو بذارید مأموریت والا اشکان، مأموریت کاوه، مأموریت میترا، مأموریت هر کدوم، مأموریت آزاد. یه اتفاقی میخواد بیفته، نگاه کنید چی میگه. در سالی که، خوب دقت کنید، خواهش میکنم خوب دقت کنید چی میخوام بگم. در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته. همین اول یه کلیدی داره به ما میده، اگر اون کلید رو فهمیدید، در سالی که عزیا مرد خداوند را دیدم. چرا به نظرتون اینو میگه؟ من خیلی راجع به این فکر کردم، چرا به محض اینکه عزیا میمیره یه ملاقاتی انجام میگیره؟ دلیلش رو میدونید؟ دلیلش رو در قبلتر جستجو کردم، خیلی خلاصه بهتون میگم، بعدا خودتون میتونید بخونید. برای اینکه عزیا با اشعیا یه رابطه بسیار صمیمی داشتن، عزیای پادشاه یه قدرتی داشت، یه رابطه بسیار صمیمی با جناب اشعیا داشت و یه جورایی انگار اشعیا یه تکیه، یه دلبستگی، یه وابستگی به عزیا داشت. میگه به محض اینکه عزیا مرد، اشعیا با خدا ملاقات کرد، اشعیا روبرو شد. یه چیزی من اینجا میتونم بفهمم که خیلی وقتا اون وابستگی ها رو خدا میگیره
برای اینکه اجازه بده ما باهاش ملاقات کنیم. این وابستگی ها نمیذاره. اوزیا اینجا من فکر میکنم یه وابستگی بود بر شما. نیاکن در داستان ابراهیم هم همینه، میگه وقتی ابراهیم از سرزمین خودش اومد بیرون، پدرش تاره مرد. اینو میگه به محصی که اومد تاره مرد. یعنی آقا اون وابستگیه، اون گذشتهه، اون چیزی که دلبستگی میتونه برای تو باشه قطع میکنه خدا. بابای مرد، یعنی دیگه برنگرد تو سرزمین. اینجا هم عزیا مرد، پشتش خالی میشه. و ببین چقدر مهمه، چقدر ما وابستگی هایی داریم در زندگی که بعضی وقتا برای اینکه بخوایم به یک سری چیزای جلوتر برسیم خدا قطع میکنه. باور کنید قطع میکنه. من خودم رو وقتی نگاه میکنم خیلی وقتا یاد ایران میفتیم. آه ایران اینطوری بودیم، نمیدونم پیتزا بود، کباب بود، کوبیده بود، مثل همون خاطرات مثلا مصر که میگه یاد مصر بخیر. درسته که وقتی خدا قطع میکنه اجازه نمیده، میگه گذشته ها، ببین جلو رو نگاه کن. اینجا عزیا میمیره و میگه خداوند رو دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر. آقا من اینجا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، لطفاً هم از من نخواهی توضیح بده آقا این یعنی چیه، من نمیدونم. یه چیزی رو اینجا میفهمم، یه ملاقاتی صورت گرفته، یه ملاقاتی بوده، خواب بوده نمیدونم، رویا بوده نمیدونم، تصویر دیده نمیدونم، فقط میدونم یه ملاقاتی صورت گرفته. این یک نکته خیلی 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 مهمه که من الان تو این چند سالی که با من دارید کار میکنید خیلی دارم به شما تاکید میکنم. میگم ببینید، خواهش میکنم بیشترین چیزی که از خدا طلب بکنید ملاقاته. خدا یه جوری با قلب شما ملاقات کنه، صحبت کنه، نمیدونم به خواب شما، نمیدونم یه چیزی که آقا شما حضور او رو، وجود او رو بتونید لمس کنید، ملموس باشه. چرا؟ چون اون ملاقات شما رو نگر میداره عزیزم. اینو بارها گفتم، بیش از هر چیزی در زندگی. ببین من الان هر بار که میفتم، هر بار که کم میارم، هر بار که تا مرز انکار بعضی وقتا میرم، یه چیز منو نگر میداره. 20 سال پیش اون ملاقاتی که شد، اون نگر میداره. حالا این دارم میگم این ملاقات هر چیزی میتونه باشه. شما واقعا اینو از خدا بخواید. اگر ملاقات شدید در طول زندگی، حالا به هر طریقی، به هر روشی، خدا رو شکر، اون میتونه یه زامنی باشه برای که هر بار که میفتی به یاد بیاری که وای خدا یه جا. بعد نگاه کنه تمام عهد عتیق رو وقتی نگاه میکنید میبینیم که تمام مردانی که استوار بودن اولش ملاقاتی داشتن. تمام مردان و زنانی که خدمت‌های موفق داشتن یه ملاقاتی داشتن. اون ملاقات میتونه نگه داره. و ببینید یه مأموریتی میخواد انجام بگیره و خدا میدونه قبل از یه مأموریت بزرگ باید یه ملاقاتی با اشعیا بکنه. اول نیا کنید وابستگی قطع میشه، دوم چی؟ یه ملاقاتی صورت میگیره. میگه خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود، فرشتگان ایستاده بودن. هر یه، حالا اینو توضیح میده، یه موضوع دارم راجبه شیش جفت بال، سه جفت بال، اینو بعدن گوش بدید که راجبه این فرشته ها صحبت کردم راجبه یه موضوع. خب ولی الان هدفم این نیست، میخوام بگم یه مرد خدا، یه ایماندار چطور آماده میشه بعد اینکه بتونه بره تاثیرگذار باشه. خب پس یک، یه مرد خدا، یه زن خدا، وابستگی براش خطرناکه. استفاده باید بکنه، لذت باید ببره، اما وابستگی براش خطرناکه. اگه تو بخوای یک حرکتی رو انجام بدی برای خدا، بعضی وقتا اون وابستگیایی که داری پاتو میگیره ها، جلو دست و پاتو میگیره، حواستون باشه. و سخت خودمون رو رها کنیم، خدا مجبور میشه یه جایی قطع کنه. پس ما میبینیم اول مرد خدا وابستگیاش میره، بعد یک ملاقاتی صورت میگیره، ملاقاتی که تضمینه برای این که به شخص قدرت بده که ادامه بده. درسته؟ با حضور خدا، با قدوسیت خدا روبرو میشه. چرا؟ چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه شما دقت کنید، میگه وقتی خداوند را دیدم فرشته‌ها چی میگفتن؟ قدوس، 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 یهوه سبایوت، زمین از جلال او مملو است، آستانه از صدا می لرزید، خانه از دود پر شد.
با یه چیز مهیبی روبرو میشه. میخوام یه چیزی بگم، وقتی ملاقات میکنی اون ترس خدا میاد تو زندگی. ببین من میگم یه ایماندار باید اون ترس خدا تو دلش باشه، نه اون ترسه که میزنه ها، منظورم اون ترس مذهبیه نیست، اون ترس همراه با احترام. یه ایماندار همیشه باید اون خدا ترسی درونش باشه، یه خادم باید همیشه اون خدا ترسی. من خودم خیلی من اشتباه زیاد میکنم در طول روز، خیلی هم میکنم. خب ولی ببینید وقتی یهو یه جا تنها میشم به یاد میارم آقا فلان جا مثلا فلان حرف بدو زدم، حالا همسرم رو رنجوندم، بلا فاصله یه ترس میاد خدا من غلط کردم، ببخش من، ببخش، واقعا ضعف منه، من معذرت میخوام. دل ببین این ترسه باید باشه، اگه نباشه هیچ، همه کار میکنی، پدر مردمم در میاری، هیچ الزامی هم نداری، اسمش هم هست داری خدمت میکنی، او میلیون ها نفر زدی لطوپار کردی، هیچ ترسی درونت نیست. چرا؟ چون ملاقاته نیست، اون ملاقاته که تکونت بده نیست. خب پس اول وابستگی، دوم ملاقات. وقتی ملاقات میکنی ترس میاد، ترس همراه با احترام، خداوند چه قدوسیتی، چه حضوریه، من تو رو جلوی خودم دارم میبینم، من به تو جوابگوم از این به بعد. خب و حالا مهم اینجاست، نتیجه و ثمره این ملاقات چی عزیزان؟ خوب دقت کنید، آیات رو نگاه کنید. نتیجه و ثمره این ملاقات، نتیجه و ثمره این ملاقات با این قدوسیت، نتیجه و ثمره این ترس میدونید چیه؟ تازه متوجه میشه چقدر داغونی. متوجه؟ به محض... با نبیه. ولی وقتی ملاقات میشه میزنه تو سرش، وای بر من، به اینجا رسیدیم من و شما که واقعا یه جایی بگیم وای بر من، اوزام خوب نیست. من تعجب میکنم مثلا خیلی از ایماندارانی که فکر میکنم خیلی اوکیه الان، نه هیچ کدوممون اوکی نیستیم. اینجا ببین به یه وضعیتی میرسه اشعیا، ببین خدایا در مقابل عظمت تو من خیلی عظام داغونه. و این شروع خوبیه ها. تو عهد جدید عیسی چی میگه؟ خوشا به حال مسکینان در روح، یعنی خوشا به حال اونایی که از ضعف روحی خودشون آگاهن، خوشا به حال اونایی که میدونن اوضاعشون خوب نیست. این خیلی خوب، نکته خوب یا کلیده ها. وای به حال اگه زمانی فکر کردی من الان دیگه اوکیم، یا الان دیگه میدونم، یا الان به کمال مطلوبی رسیدم، پدر مردم اونجا در میاری. ولی یه خادمی که ببین مسکنت داره. بعد ببین یه جالبه، یه جورایی همون حرف مشابه نهمیا رو داره میزنه. نگاه کنید، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لبم ساکنم. درسته؟ همون حرف نیست؟ خودشو داره در مقابل این قوم میدونه، آقا من وسط این قومم، اوزامم مثل همین قوم خداوند، اوزامو خرابه. متوجه میشه کلیدارو چطور میشه بنا کرد، چطور میشه رفت جلو؟ ما همینجوری میخواییم بریم یه جا رو بسازیم، آقا ساخته نمیشه. بودجه داریم برادر، میلیون دلاری بودجه داریم، بودجه داشته باش. میری یه جا رو میسازی فقط ساختمونه، میری یه جا رو میسازی فقط یه سری فعالیت های علکیه، هیچ حیات و هیچ تغییری توش نیست. چقدر الان ساختمون های میلیارد، میلیون، بیلیون دلاری تو همین شهر ما وجود داره که فقط مردم میرن و میان، میرن و میان، میرن و میان، هیچ اتفاقی نمیفته. اسمش هم اینه که استواره. نه استوار نیست آقا، استوار نیست. یه مش آدم هفته یه بار بدونه که هم دیگر رو بشناسن میرن، دلشون هم خوش سرویس دارن، دلشون هم خوش سانده اسکول دارن، دلشون هم خوش قضا میدن به مردم فلان. ولی یه سری چیزای مذهبی که هر هفته داره انجام میگیره،
هیچ کدومش به اون مسیحیت راستینی که داره کلام خدا میگه نیست. من حداقل نمیبینم، اگر من اشتباه میکنم خدا منو تصحیح کنه، من نمیبینم اون چیزی رو که تو حداقلش دارم میگم اون تو قرن اول مسیحیت داره انجام میده. چرا؟ برای اینکه ساختارها رو گذاشتیم بر اساس اون سنگ و اون خونه و اون میلیون دلاری که داره میاد و اون فانده و اون دهیکی که داره گرفته میشه. یا آقا اینجا بناست. 5 تا عامل، یه مقاله چرخشه چاپ شده بود، 5 تا عامل موفقیت کلیسا در آمریکا. باور کنید اگه بهتون بگم خندتون میگیره. 5 تا عامل موفقیت یک کلیسا میدونید چیه؟ مساحت ساختمان، تعداد اعضا، وسعت پارکینگ های کلیسا، فاندی که در ماه جمع میشه و کمک های بشر دوستانه که به حالا به جای دیگه میشه. 5 تا عامل موفقیت کلیسا اینه. رشد روحانی کجاست؟ مهم نیست. تبدیل اعضا کجاست؟ نمیخواد بابا. شخصیت سازی کجاست؟ ثمرات روح کجاست؟ من ساختمون گنده باشه دیگه تعریف کردم. ببین میخوام بگم ساختار بنا کردن یه جا طبق اصول و موازین کتاب مقدس اصول داره. اصول از کجا شروع میشه؟ از درون. از شخصیت آزاد، از شخصیت اشکان، از شخصیت نیمو، از شخصیت میترا. ببینید خیلی ساده کلام داره میگه، ولی پشت هر کدوم این حرکاتی که کلام داره به ما میگه یه چیز بزرگی نهفته است. الکی نیست. داره میگه ملاقات، داره میگه مواجه شدن با قدوسیت، داره میگه به ضعف خودش آگاهی پیدا کرد، فریاد زد خداوند ناپاک ناپاک، وضعم خوب نیست. برای یه وضعیتی میگه و جالبه داد میزنه میگه من مردی ناپاک لب هستم. حالا ناپاک لب هر چی میتونی اسمشو بذاری، حالا فوش میداده نمیدونم، مثلا شاید فوش میداده جو که بد تعریف میگره من نمیدونم. خب ولی یه چیزی که مانع خدمتش میشده. چرا زبان اشعیا مشکله؟ برای اینکه نبی مهمترین قسمت بدن زبانشه. نبی زبان خداست و خدا دست میذاره رو همون قسمتی که قراره براش بعدن مفید باشه. تو قراره با همین زبان مردم رو برگردونه به سمت من، اما این زبان مشکل داره. حالا هر کدوم ما یه قسمتیمون دیگه باید جستجو کنیم ببینیم کدوم قسمت ها مشکل داره که همون رو به خدا بگیم خدا اینو درست کن. من خودم یه آدمی هم که خیلی عجولم. امروز خانمم داشت به من گفت ما برای این مسئله دعا کنیم، چون هر چی که مثلا میخوام انجام بشه هی میگم زود باش زود شو دیگه دیر شد زود باش بابا آروم بگیر چته. این خب مشکل منه میدونی، من با اینو این الان ضعف بنده است، چون تو خدمت این جواب نمیده، این باید درست شه. حالا کی نمیدونم زودتر، یعنی اون اخگره اون شفاهی باید بیاد روی قسمت عجله من. حالا اشعیا نقطه قوتش قرار زبانش باشه، اما این زبان مشکل داره، شفا میگیره درست میشه. حالا مسئله اینجاست، من و شما و بقیه عزیزان که در ایمان مسیح هستن، این مراحل اولیه انجام نمیشه. فهمیدن میگن لبیک ای خداوند مرا هم بفرست. کجا بفرستمت؟ نه ما رو در ما میخواییم بریم خدمت های مثل ما میخواییم بریم شبانه کنیم کیچیشی کنیم، ما دستگذاری شدیم 3 ماه 6 ماه میخواییم بریم مرد. بابا این بیچاره اشعیاه با این عظمتش، قبلش یه سری پروسه ها اینجا انجام شده، یه دعوتی شده، قطع وابستگی شده، داره خودشو همدرد قوم میمونه، هم لبل قوم شده، بعد اعتراف کرده، بعد شفای خدا اومده، بعد کجا داری میری؟ چی میخوای بری بنا کنی وقتی خودت هم بنا نشدی؟ چی رو میخوای بری بنا کنی وقتی خودت مثلا تو این مسئله زبان مشکل داری، مثلا تو 1001 چیز دیگه هنوز لنگی؟ کجا میخوای بری خدمت کنی؟ چه خبره؟
من الان باور کنید خیلی وقتی به خیلی بچه ها و شاگرد ها میگم آقا جونم مادر تو خدمت نکن، نکن خدمت، خدمت به خودت کن اول. آقا خدمت به خوب اصلا برو به خودت برس، مثلا چی کار داری حالا به خدمت کنی؟ آقا خدمت که تو رو تو ملکوت نمیبرن، خدمت نکن. سر همینه مسیح به فریسی ها چی داره میگه؟ میگه نه خود وارد میشوید نمیذارید دیگران وارد شن. نه خودتون بلدید خدمت کنید نمیذارید دیگران وارد شن. یه جا دیگه میگه کوری عساکش کور دیگه، یعنی خودت مشکل داری میخوای کمک یکی دیگه بکنی، خودت تو طرف با کلمه تو باقالی ها. حکایت اینه ببین ما چقدر اول از همه اگر مخالف حرف منید از تو خواهش میکنم بگید مخالفه، من اصلا قبول نهارم. من معتقدم همه باید خدمت کنن، بله همه دعوت شدیم که آقا برای ملکوت ثمر بیاریم، اما یادمون میره بابا این فاندیشنه باید درست بشه، این اصوله باید درست بشه. من به عنوان یه خادم تو وابستگی هم چیه، تعلقاتم چیه، من به عنوان مثلا یه خادم که الان اومدم فهمیدم وضعیت خودم و اشتباهات خودم و فهمیدم، اعتراف کردم، ملاقات شدم، شفای خدا اومده، اخگره اومده رو اون قسمت، خودم رو هم لبل مردم دیدم، برتری ندارم نسبت به مردم، اون ایگوه رو هر روزه قطعش کردم. میدونی چی میگم؟ نه همه اینا هست و بخوام خدمت کنم و جواب نمیدیم، ذلت پار میکنیم ملتون. بعد شما نگاه کنید وای بر من هلاک شدم، در میان قوم ناپاک لب ساکنم، چشمانم یهوه را دید. یکی از صرافی نزد من پرید، دست خود اخگری با انبر از روی مذبح برداشت، آن را بر دهانم گذاشت، گفت لبهایت را لمس کرده، عصیانت رفع شد، گناهانت کفاره گشت. شفا اومد، مرد خدا با یه شفا روبرو شد. خب آنگاه، خوب دقت کن، آنگاه آواز رو شنیدم. دقت کردید دو تا اتفاق برای مرد خدا ایماندار باید بیفته. اول چی؟ ببینه. دوم بشنوه. دو تا اتفاق، اول دیدم بعد شنیدم. حالا یعنی چی؟ باز از من نپرسید برادر مثلا من باید عیسی رو تو خواب ببینم، مثلا صداشو من چطور با هدفون بشنوم؟ منظورم این نیست. اصل روحانیه. این که آقا یه ایماندار چشماش واقعا مسائل روحانی رو بتونه تفکیک کنه، گوشاش اون چیزی که میشنوه بتونه مسائل روحانی رو قشنگ تفکیک کنه، بتونه صدای خدا رو تشخیص بده یه جایی، آقا صدای خدا صدای نفسمه، صدای نظام دنیاست، بشنوه این هوش، این چشم و گوشها. ببین الان مشکلی که شاید 2000 ساله است، این مشکل خب مشکل 2000 ساله کلیساست که نتونست اون رسالت رو درست انجام بده. کلیسا یه دوره های کر بوده، یه دوره های کور بوده، یه دوره های هم کر بوده هم کور بوده. ببینی؟ وقتی مسائل روحانی رو نمیتونی ببینی، مثلا تعصب کورت کرده، نمیتونی ببینی، چه اتفاقی میفته؟ گالیله میاد میگه بابا این داره به دور این میچرخه، این داره به دور این میچرخه، این ثابته، این فلانه. یارو میگه نه آقا کلام میگه این. یارو میگه بابا به پیر به پیغمبر بیا خودت نگاه کن، این داره به دور این میچرخه، ماه اینه، خورشید اینه. یارو میگه نه آقا من نمیتونم ببینم، بکشیدش، بسوزونیدش، کوریه. چقدر از این کوری در طول تاریخ کلیسا بوده، چقدر از این کری در طول، خیلی وقتا هم هر دوتاش. ولی ببین یک شخصی که میخواد بره بنا بکنه، این فاکتورایی که داره، گوشش بازه، چشمش هم میبینه لحاظ روحانی. تا حالا برای باز شدن گوشاتون دعا کردید؟ خداوند گوشای من بشنوه، صدای تو رو تشخیص بدم، تشخیص بدم کجا، چشمان من بتونه ببینه مسائل روحانی رو. خیلی مهمه که ایماندار درست بتونه تشخیص بده. الان شما گوشاتون انقدر باید قوی بشه به مرور زمان که بتونه تشخیص بده حتی تعلیم اشتباه رو. الان میلیون ها تعلیمه. ببین بعضی وقتا یه سرشو گوش میدیم که وای چی داره میگه، چی داره میگه، چی داره میگه، ببین میتونی بفهمی
تشخیص بدی. آواز خداوند رو شنیدم که میگفت کی رو بفرستم و کیست بر ما برود. ببین باز خودش هنوز حرکت نکرده، خدا داره دعوت میکنه. ببینید سر خود جوگیر نمیشه اشعیا بگه هر میخوام برم آقا، همه هم میخوام برم لس آنجلس خدمت کنن. دقت کردی هر ایرانی میاد دوست داره لس آنجلس خدمت کنه. مثلا من ندیدم بگه آقا خدا منو صدا کرده میخوام برم پاکستان خدمت کنم، مثلا برم وسط طالبان خدمت کنم. من نشنیدم تو این چند سال همه مقصدشون لس آنجلس، کلیسا لس آنجلس. خب ببین حتی خودش باز حرکت نمیکنه. رو آیات دقت کنید عزیزان، خودش حرکت نمیکنه. میگه آواز خداوند رو شنیدم که را بفرستم، حالا من گفتم لبیک خداوند مرا بفرست. خدا گفت حالا بیا برو. و میبینیم از بعد باب 6 این جناب اشعیا چیکار میکنه، چه پیغامایی میگیره، چطور بنا میکنه، چه نبوتهایی میکنه، چقدر عامل برکته. میاد باب 9 داستان ولدی برای ما رو میگه، زیرا برای ما ولدی زاییده شد، پسری به ما بخشیده شد، نام او امانوئل. ببین اینا همه از کجا میاد؟ این پیغامایی که داره میگیره از کجاست؟ از اون شفای اولیه که اومده. من ازتون خواهش میکنم روز آنوهاتون بیفتید، هر روز هر خداوندا من این قسمتام نیاز به شفا دارم، خداوندا من هیچ فرقی با بقیه این قوم ندارم، حتی اگر در یک پوزیشنم، حتی اگه یقه دارم، وای بر من اگر بنده یقه داشته باشم و فکر کنم نسبت به این بقیه اعضای کلیسا من ببخشید متنفرم از این کلمه که میگن ما خادمینیم اینا اعضا هن. اعضا یعنی چی؟ یه جوری آدم نگاه میکنه فرعون اینا بردن، مثلا میشاره اینا دارن بار میکشن اعراب ثلاثه رو بسازن، فرعون همون بالا نشسته راه بروید فلان. بابا همه میگه از همه از یه بدنه، بالا پایینی نداره. من نمیفهمم اینا، از اینا نمیفهمم. بابا یه جایی شاید یه نفر که حتی خیلی کوچکتر از منه شاید بیاد منو تصدیق کنه، شاید بیاد بگه آقا داری اینجا اشتباه میکنی. قطعا میکنم. شما الان بنده فکر میکنید بنده که دارم الان اینجا مثلا براتون پیغام میدم، مثلا یک زندگی خیلی روحانی دارم، هر شب با همسرم توی بال میزنیم میریم آسمان سوم و مثلا برمیگردیم با هم دیگه، مثلا اگر تصویر رو جو من داریم حالتون خرابه به خدا، زنی خبرها نیست. ما همینجا مثل بقیه زندگی میکنیم، بول میزنیم، دعوا میکنیم، بحث میکنیم، سرکله هم میزنیم، بعضی وقتا میشه اصلا دعا هم نمی کنیم، کلام هم نمی خونیم. خب شد، ولی زندگی با زندگی مسیحیه، سعی میکنیم مسیحوار زندگی کنیم. حالا اگر شما بند را دارید راجع به بند آقای برادر نیما، حتما یه زندگی آنچه نه آقای خبرانی ما هم از شماییم، اصلا خرابه. میفهمید چی میگم؟ سعی میکنیم، حالا دارید میخندید ولی واقعیته، نمیتونم که دروغ بگم ادا در بیارم. اینا فلانم اینجا عزیزان خداوند میفرماید نه آقا این نیست. خدای نیم منم خوزم خرابه، منم به شخص برای یه مسئله سرم تو ماشین سرم میزنم به لبه ماشین، خداوند چی کار کنم؟ یه چیزی دارم به این مردم میگم خودم باور ندارم، بالا شده تعارف که ندارم. حقیقت باید گفت دیروز یه چیزی به این جماعت گفتم خودم باور ندارم، خودم به من رحم کنی باور کنم. ببین این میتونه آقا کمک بکنه که من با شما بیستم در یه جبهه، بگیم آقا با هم داریم بزرگ میشیم، با هم داریم رشد میکنیم. یه جای آزاد بیاد منو کمک کنه، بعد ما بیا کمکت کنم، بیا با هم دیگه بریم جلو، یه جای من کمک بکنم، اینجوری میشه رفت بالا. ولی به محض این که آقا اون اختلاف طبقاتیه به وجود میاد، هیچی دیگه. نمونهشو در طول تاریخ داشتیم، دستبوسی ها به نیمده و هنوز هست، یه جور دیگه هست. خب این بنا نمی کنه چیزی رو، این دیواری بنا نمیشه که، خراب همجور. 100 سالم طول بکشه، 200 سالم طول، 400 سالم طول بکشه، برای خدا که چیزی نیست، تایم که برای اون مطرح نیست. ما این نسلامون عقب میفته، دور میزنیم. من چند شب پیش یه عزیزی به من زنگ زد گفت
ایماندار قدیمی ها گفت بردن ایمان بابا من به نتیجه رسیدم یه چیزی مشکل داره تو جماعت ما، 50-60 ساله یه چیزی مشکل داره، یه تغییر رو. گفتم آره داره. حالا یا ما با هم دیگه توی این نسل جدید میایم برمیگردیم درست میکنیم یه سری چیزا رو، یا اینکه نه 50 سال دیگه میاد یه نسل دیگه، نسل شیمه و بچه های شیمه هم میاد و مثلا تموم میشه. همین بساطه. خب ببین یه جا باید درست بشه دیگه، یه جا باید ما وضعیت خودمون رو بفهمیم، پوزیشن خودمون رو بفهمیم. نمونه های کلام داره به ما قشنگ داد میزنه که این مردان، این مردان و زنان کلام خدا یه الگوهایی بودن، یه فاندیشنایی داشتن که بعد رفتن عامل برکت شدن. ببینید ما نه، به محض اینکه 4 تا کتاب میخونیم و یه دوره الهیات 2 هفته 3 هفته هم میگذرونیم دیگه اصلا از پوزیشن پایین نمیاد، یادمون میره. همه الان چسبیدن به عطایا. عطایا بابا، عطایا میخوای چیکار؟ عطایا با چیکار؟ حالا 6 ساعت هم زبان رو صحبت کن، روزی 800 تا هم نبوت با اشعیا 80 خورده سال زندگی کرد، کتابش 80 صفحه بیشتر نیست. ببین تو 80 سال 82 سال زندگیش 80 صفحه نوشت. بعد ایماندارا روزی 80 تا نبوت میکنن امروز. خدا به من گفت، خدا به من. اشعیا از بعدش 80 صفحه نوشت کلا. بابا ول کنید، خواهش میکنم اصلا اینا رو ول کنید، این تفکرات. الان تمام زندگی ایماندارا شده شفا آزادی جنگ روحانی عطایا، شفا آزادی جنگ روحانی عطایا. بابا بس کنید، ول کنید، به خدا اینا نیست. خیلی ساده تر از این حرف هاست. حال دلتو برو با مسیح خوب کن اول، برو مسیح با خدا، مسیح جان اینا اوزم خرابه نو که من تو رو دوست دارم و همین وضعیت تو رو دوست دارم. خب این حال، خب حال من الان خرابه، من اوکی کن، من خب رابطم با تو اوکی باشه. بعد اینکه درست بشه اون عطایا هم میاد و بقیه عطایا میتونی استفاده بکنی. روزی 50 تا دیو داره اخراج میکنه در نام مسیح عیسی. بعد از این ور نگاه میکنی همینجوری مثل ماشین کمباین داره قربانی میده بیرون. کدومتو نگاه کن، دیوار اخراج کردن یا اینکه پدر مردم رو در آوردی؟ به خدا من بعضی وقتا تو همین کلاپاس میرم صحبت میکنم، باور نمیکنید به عنوان یه بعضی وقت اصلا دیگه حرف نمیزنم، بنده مسیحی هم فوشو میکشن بهم بارو باشو مسیحی ها فلان 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 فلان. خب حق هم دارن، چه تصویر خوبی از بنده نیدن، تصویر خوبی نیدن از من. بیایم اینو به نام مسیح ببین، دوتا نمونه رو دارم به شما میگم. یه سری کارهای ساختاری خیلی کوچیک اینا انجام دادن، ولی میبینیم انگار توش یه اتفاقاتی داره میفته، هم نهمیا هم اشعیا. حالا شاید هفته های دیگه اصلا ادامه بدیم، چون بحث خوبیه به نظرم، خیلی میتونه کمکمون بکنه همین آپشن های کوچیکی که داره. مرور میکنم و تمامش کنیم. وابستگی، وقتی عزیا مرد ملاقات شد چیزای وقت بشه، یه سری چیزا وقت شد، چون وقتی میخوای توی حرکت خدمتی بکنی اون وابستگی ممکنه اینطوری پاتو بگیره، بگه نه نمیرم به خاطر این نمیرم، میگه نه باقتش. بعد میاد یه ملاقات صورت میگیره، بعد تازه وضعیت داغون خودش ببینه، میفته خدای من اینم من داغونم. وقتی اعتراف میکنه بعد خودش هم لول مردم میدونه، اون وقت شفا میاد. بعد شفا میاد، بعد بلندش میکنه، بعد دعوتش میکنه، بعد میفرستدش دیوارا رو بنا قوم رو بنا میکنه، باعث برگشتن قوم میشه. حالا ما چیکار میکنیم؟ 1 2 3 4 5 6 فراموش از پس میکنیم. مثل اینکه یه بچه کلاس اول دوم سوم چهارم پنجم رو نگذرونده، حالا بگی بیا بهش انتگرال حل کن. همونجور نگاه تو پنج تا رو نگذرونده، فاندیشن خرابه. یادتونه قدیم ما نظام قدیمی ما کیا رد شدن تو راهنمای دبیرستان؟
نسل اچکان و اینا ما نظام قدیمیم، ما ردی داشتیم، تجدیدی داشتیم و ردی داشتیم. مثلا طرف هیکل گنده بود میگفت این 3 سال رد شده، خیلی خوب بود. میگفت آقا تا این درست نشه تو نمیری مرحله بعد. چون واقعا بلد نبودن دیگه، وقتی یاد نمیگرفت میرفت نمیفهمی، بلد نبود، جدول سر بلد نبود، میرفت بالا. الان هم همینه. ازتون خواهش میکنم تو این هفته بیلش کنید، خواهش اینو حرف و شفازادی و اخراج ارواح و نمیم نبوت ها و اینو به من گفت، اینو اصلا بیلش کن، بیلش کن. آقا همین خودتی الان با این مسیح کیهانی، خودتی و هی مسیح که همه جا هست، خب صادقانه برو با من هم استشارم این چیزا. فرقم ندارم، من خدمت دارم میکنم، خادمم 30 سال خدمت هست، اوکی، ولی فرقم و قوم ندارم. این قسمت هر کدومتون هم میدونید کجاها باید اخگره بیاد، میدونه الان آزاد میدونه اخگر برای کجا لازمه، میدونه، من نمیدونم، ولی خودش میدونه کجا باید اخگر بیاد. خدا ببینه اینه، اول بنده رو درست کن، بعد یواش یواش میری یا نگاه میکنه ای کلامت یا مثلا وجودت تو زندگی یه نفر تاثیر گذاشت، بعد رو زندگی دو نفر تاثیر گذاشت، بعد رو زندگی 3 نفر. اینجوری هم کار میکنه خدا. ما میگیم نه آقا من نمیخوام، من اصلا با 10,000 نفر الان برم پاچ کنم مثلا همه اینا عوض شد، نه آقا نیست، کار خدا اینجوری نیست، اینجوری کار نمیکنه، فرمولش اینجوری نیست. نفر دو نفر 5 نفر اول میرسی کنترل میکنی کمک میکنی میوه و ثمرات اونجا دیده میشه، بعد 5 تا میشه 10 تا، بعد 10 تا میشه 50 تا، بعد 50 تا میشه فلان، بعد حالا ان به استادیوم آزادی هم میرسیم که اونجا همه برداریم بپرست، اونجا هم میرسیم، ولی به اولیش رو درست کنیم. بنده میخوام برم استادیوم آزادی، فرض کن من مطمئنم اگه استادیوم آزادی الان باز بشه با جماعتی که الان وجود داریم چه اتفاق میفته. اولی دعواش سری که تو تو استادیوم آزادی کی رهبری بکنه، میکروفون نیما میخواد رهبری بکنه، ایکس میخواد رهبری بکنه، فلانی هم میخواد رهبری بکنه، همه هم شهرهای مختلف همه هم رهبر. خب بعد مرحله دوم دعوا میشه که کی تو استادیوم آزادی موعظه بکنه. دعواست چک نکن. خب بعد یه سری دعوا میشه که ردیف اول بشینه تو استادیوم آزادی، تو قسمت وی آی پی بشینه، یه دمه خبرن اونجا، اون یکی میگه آقا ما اون بالا نمیبینیم واسه دعوا سر جا میشه. چرا؟ چون چی میگم اینا رو باید مواظب باشیم، اینا همه از کجا میاد؟ از اون کاراکتره میاد. اینا از کجا میاد؟ از اون ایگوه میاد که هر روزه باید انکار بکنی، حالا بالا بشینی پایین بشینی، پشت منبر باشی اون انجام بده یا تو انجام. اینجا مهمه، الان ایگوها داره کار میکنه در اون همه به فراوانی کار که نمیکنه، مثل توربین جنراتور داره فوران میزنی ایگوهای درونی ما، قدرت طلبی ها. با اینا دیوار بنا نمیشه، اینا نمیتونی بری قوم ناپاک لب رو نجات بدی. حواست باشه، ببین کی دارم بهت میگم من مرده شما زنده. نباشه نسل بعد دور بزنید دور بزنید دور بزنید. آمین. بیا راجع به این دعا بکنیم. دو نفر رو گفتم، ببینید الگوهاشون این همه موفق شد. اگه تونستیم مثل اینا عمل بکنیم یه کاری میتونیم بکنیم، اگه نه 50 سال دیگه یه نفر میاد اینجا میشینه میگه از اون 50 سال داریم دور میزنیم، هیچ واقعا نمیفته، چون الگوی ساختاری ما ایراد داره، از فاندیشن ما ایراد داره. بیام دعا بکنیم. شکر خدای زنده، هللویا. ای خدا من، همه بیایم خواهشن، همه اونجوری که شنیدیم به نام مسیح. خدا من میخوام کمکم بکنی که فقط شنونده نباشم، قدرتش رو بدی بتونم انجام بدم. پدر تو رو شکر میکنیم به نام عزیز عیسی مسیح. خدا من امروز
خود من خداوند اعتراف میکنم که از همه ضعیفتر، از همه اوضاعم خرابتر، اما به فیض تو، به رحمانیت تو و به شفای تو نیاز دارم. ازت خواهش میکنم خداوند بذار الگوهایی باشیم که شفا یافته وارد خدمتی بشیم که بتونیم دیوارها رو بنا کنیم. ازت خواهش میکنم به سادگی ایمان امروز ازت میخوام خداوند، همین جماعتی که امروز میشنوه، همین 40-50 نفری که امروز توی این گروه هستن خداوند، برگردیم به روی اصل، برگردیم به روی اون فونداسیون اولیه خداوند، به اون چیزهایی که شاید الفبای ماست ولی ما خیلی وقتا رعایت نمی کنیم. خداوند کمکمون کن خودمونو دریابیم، وابستگی ها رو کنار بذاریم. اگر جایی ایراد داره که اخیر بیاد خداوند، ما بگیم خداوند شفا بده، اخیر رو بذار اون قسمتی که شفا پیدا کنه و بعد ما رو بفرست خداوند. امروز من خودم اعتراف میکنم خدمت نمیخوام، تبدیل میخوام، خدمت نمیخوام، ملاقات میخوام، خدمت نمیخوام، شفای قسمت هایی رو میخوام که هنوز ناپاک. خداوند تو رو شکر میکنم، ایمان دارم میشنوی. برای تک تک این عزیزان دعا میکنم که این فرایند و پروسه در زندگی هاشون خداوند رو انجام بگیره و هر کدوم بتونن اشعیاهایی باشن، نهمیهایی باشن که بتونن خداوند دیوارهای منطقهشون رو بنا بکنن و عاملین برکت باشن. مرسی بده، مرسی که میشنوی، مرسی که هستی. سلامت تو، قوت تو، عشق تو، محبت تو، پادشاهی تو همواره بر سر ما باشه. به نام عزیز عیسی مسیح. آمین خداوند.